به نام خدا و با درود بر شما بیننده های گرامی. بیننده برنامه کاوش خبر داغ به شکل زنده از تلویزیون جهانی افغانیوز هستید. بعد از آن که لشکر جنگوی متعلق به ISI پاکستان حادثه خونین روز محرم یعنی سه‌شنبه گذشته را بر عهده گرفت، این موضوع با واکنش های جدی جامعه جهانی و مردم کشور مواجه گردید. در برنامه کنونی کاوش خبر داغ واکنش ها یعنی پس از این حادثه توسط لشکر جنگوی متعلق به ISI پاکستان را به بحث میگیریم. البته مهمانانی که در این بحث شرکت کردند آقای بشیر بیژن روزنامه‌نگار، آقای محمد حسن جعفری رئیس حزب رفای ملی و آقای عبدالاحد سرتیب تحلیلگر مسائل سیاسی با ما هستند. مهمانان گرامی، خوش آمدید به برنامه کنونی کاوش خبر داغ. آقای بیژن، در آغاز میخوایم از شما بپرسم، با اینکه چند روز از حادثه غیر اسلامی و غیر انسانی که در روز محرم توسط لشکر جنگوی پاکستان انجام شد میگذرد، ارزیابی شما از این حادثه خونین چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز به دوستان حاضر و بینندگان محترم افغان نیوز عرض ادب و سلام دارم. تشکر. حادثه از دو زاویه باید به این قضیه پرداخته شود. می خواهیم یک مرور اجمالی بسیار مختصر صورت بگیره تا ما بر آنچه که میگیم یک مقدار هم مستندتر دلایل ما را مطرح بکنیم. افغانستان کشوری که بیش از 30 دهه در اینجا بحران بود و این بحران هم حاصل تصادمات و رقابت ها و جنگ قدرت ها در زمان جنگ سرد بود. بعد از سقوط رژیم طالبان و آمدن نظام جدید به اصطلاح نظام دموکراتیک در افغانستان، اقداماتی صورت گرفت که در امو زمان ما تأکیدات و تشویش ها و نگرانی های بر اوضاع کشور خود ما داشتیم که مختصراً خدمت شما عرض میکنم. اقدامات متاسفانه در این حالی که نامعجب بود، ما میگفتیم که این اقدامات حتی میشه بگویم که اقدامات غیر ملی بود، اقدامات غیر مسئولانه بود با توجه به واقعیت ها و وضعیت و شرایط حقیقی را که در افغانستان ما مشاهده می کردیم. مثلا انحلال قوای مسلح افغانستان به بهانه ایجاد اردوی ملی و پلیس ملی، این یک خطای بسیار بزرگ و نابخشیدنی بود. این که این پروژه مربوط به کدام استخبارات بود و چگونه از طریق حاکمیت وقت افغانستان عملی شد، ما در اون زمان این نگرانی را داشتیم که بحران در جغرافیای مردم ملکی و صدمات بیشتر در جغرافیای مردم ملکی قابل پیش بینی باید باشد. یعنی آقای بیژن، حادثاتی که امروز رخ می دهد پیامدهای اونمو انحلال قوای مسلح قبلی افغانستان است از دیدگاه شما؟ منطقی ترش این است که در قوای مسلح افغانستان که 3 دهه بحران عملا تجربه کرده بودن، ما اشخاص و افراد پروفشنل با تجربه، حتی میشه بگویم که اشخاص وطن پرست داشتیم. اونها سطر سرعدات میدانستن، اونها تامین امنیت میدانستن، اونا کاربرد سلا را میفهمیدن، اونا دیسپلین و اصولنامه را میفهمیدن و بالاخره اونا تخصص پیدا کرده بودن از مرور تجربه‌ای که در این سرزمین داشتن. این یک مسئله. مسئله دیگه رابطه دولت موجوده که آقای کرزی ریاست او را به عهده داره در سطح منطقه و در سطح جهان. ما بارها ابراز تأسف کردیم و بارها اعتراض کردیم و انتقاد کردیم و پیشنهاد کردیم که دولت افغانستان به چی دلیل موضع ملیش، موضع منطقیش و موازی بین المللیش معلوم نیست. این تنها دولتی از در حال حاضر در کره زمین که
استراتژی ملی برای خود نداره. در همه زوایای زندگی سیاسی ما، اجتماعی ما، منطقه‌ای ما و بین المللی ما در بلا تکلیفی به سر بردیم. یعنی می خواهیم بگویم که به دلیل نبود استراتژی ملی این حادثه که امروز ما بالایش بحث میکنیم، حادثه المناک و جنایتکارانه را که یک بار دیگر نظامیان پاکستانی مثلا شبکه استخبارات های توسط متحدین خودش در جغرافیای مردم بیدف ملکی ما عملی کردن، در گذشته ما شاهد این چنین جنایت ها بودیم، ولی نسبت نداشتن موازی معین از جانب دولت هیچ گونه واکنش در گذشته هم در برابر همچون جنایات صورت نگرفت. اگر مسلمن اگر در گذشته ها در برابر جنایات بسیار شفاف و معلوم داره مخصوصا شبکه استخبارات آیسای دولت افغانستان مسئولانه، شجاعانه، صادقانه موضع‌گیری میکردن، احتمالاً که کار به اینجا نمیرسید. سپاسگزاریم. آقای جعفری، دیدگاه شما در مورد واکنش رئیس جمهور کرزی در مورد همین حادثه چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما جا دارد یک بار دیگه عرض تسلیت خدمت همه تمام عزیز خود و خانواده های معظم شهدا و مجروحین عرض بکنم و همچنین سلام به بینندگان محترم. خدمت شما عرض بکنم، گرچه اقدامی که جناب رئیس جمهور در رابطه با این حادثه انجام داد، سفری که در خارج بود او را لغو کرد و آمد و ایادت از تعدادی از مجروحان این حادثه انجام داد، کاری بسیار شایسته و به جایی هست. البته وظیفه هر رئیس جمهور، هر مسئول مملکتی هست که این کار باید میکرد و تنها کاری را که نتانست انجام بده و باید ای یک دو روز یا سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکرد و ای یک حادثه بود که برای اولین بار در کشور ما یک گروه فاشیستی، یک گروه زاله، یک گروه محارب با خدا و رسول، محارب با مسلمان ها، اینها آمدن بالاخره خودشان هم به گردن خود بیدن. سپس اما آقای جعفری، واکنش طالبان در این مورد این بوده که همین حادثه را غیر اسلامی و غیر منطقی و خواندن غیر انسانی، فکر میکنید که واکنش طالبان نسبت به رئیس جمهور کرزی تندتر بوده است و فقط رئیس جمهور کرزی ضمن دیدارش از زخمیان این حادثه در یکی از شفاخانه های کابل گفته که در این مورد با پاکستان با جدیت صحبت خواهد کرد؟ این جدیت رئیس جمهور کرزی با پاکستان از دیدگاه شما در آینده های نزدیک یا دور چی خواهد بود؟ امیدوار هستیم که چنین قضیه اتفاق بیفته. رئیس جمهور برای یک بارم که شده با متوجه باشه که با یک کشوری که در حال جنگ با ما هستن در ابعاد مختلف، سازمان استخباراتش در ابعاد مختلف با ما در جنگ هستن، این باید متوجه باشه. و ما اظهارات طالبان رو قدر جدی نمیگیریم، چون طالبها تروریست ها دور یک سکه است. ببینید امی طالب ها مگر در ماه مبارک رمضان در مسجد انفجار انجام نمیدن؟ طفلا و بچه های مسلمان از این وطن کشته نمیشون. اما آقای جعفری، فراموش نکنیم که همین طالب ها هم بودن که در زمان حاکمیتشان در کابل امنیت چنین روزهای مذهبی را میگرفتن و آزادانه هر کس میتونست که در این چنین مراسم شرکت بکنن. خوبی طور نمیتونست که تمام مردم افغانستان، بخش اعظم از مردم افغانستان مثلا 7 میلیون 8 میلیون میشه همه را اعدام بکنن. خب بالاخره شما شاهد بودین در گرفتن ابتدای طالبا در بامیان چی جنایت های می طالبا انجام داده در مزار شریف هم. مسائل یا مربوط به جنگ بوده آقای جعفری، این کاملا قضیه فرق میکند. حالا فکر نمیکنید که پس از این طالبان با همین لشکر جنگی پاکستان چگونه برخورد خواهد کرد و آیا بعدش چی خواهد شد از دیدگاه شما؟ من خدمت شما عرض کنم شاید تاریخ طالبا به سر آمده، او بازدهی که باید میداشت برای آیس آی پاکستان تمام شده، این دفعه از او سپاه صحابه، لشکر جنگی، از اینا استفاده بکنه. با توجه به اینکه این لشکر جنگی، شما اگر در جریان باشین در محرم، هر محرم در پاکستان حادثات متعددی را آفریدن و در ایران حتی بخشی از هوادارا و طرفدارای اونها در محرم سال گذشته مثلا در چابهار در امیر روز عاشورا چنین اتفاقی را
رخ داد، چون قضیه تعدادی از عزاداران کشت در مثلا پیرارسال، در زاهدان چنین قضیه اتفاق افتاد، در عراق امی روز عاشورا ده ها نفر کشته شد و سال گذشته صد ها نفر در روز عاشورا در عراق و در خود پاکستان و جاهای دیگه چنین قضیه اتفاق افتاد. ولی در افغانستان ما برای اولین بار این اتفاق افتاد که این تمام اهداف پاکستانی هایی بود که و وهابی ها سلفی ها نظرش این بود که یک نفاق عمیق را بین شیعه و سنی ایجاد بکنه. ولی مردم افغانستان هوشیار هستند، هوشیاریشان بیش از اندازه هستند، اونها متوجه نیستند. من فکر میکنم سازمان استخبارات بعضی کشورها که اینها را تمویل می‌کنند. منظورتان از بعضی کشورها کدام کشور هست؟ یک کشور عربی هست و یکی هم یک دو تا هم کشور غربی هست که متاسفانه حالا من لازم نمی‌بینم اسمش رو ببرم. اینها اونها را حمایت می‌کنند قطعا، اگر حمایت اونها نباشه اینا از کجا چین کار رو میتونن که بیان در داخل افغانستان. منطقه ما نمیگیم که نیروهای امنیتی ما زنجفری. میخواییم بپرسم که هدف از این چنین حمله در روز مذهبی علیه مردم افغانستان به چی معنا است؟ این نهایت قساوت، نهایت عناد نسبت به یک ملت، نسبت به یک کشور هست. میتونه ای ابعاد و زوایای مختلفی داشته باشه. من خدمت شما عرض بکنم اصلا ما هزاران مشکل شاید داشته باشیم، هزار پروبلم داشته باشیم، ولی هیچ وقت چنین قضایای اتفاق نیفتاده در افغانستان که بیاین تاجیک بر روی ازبک یا ازبک بر روی هزاره یا پشتون بر روی این قضایا اصلا نبوده. شاید در جنگ ها اکثر مسائل بوده، ولی امروز این قضایا را قطعا خارجی ها دنبال میکنه، تعقیب میکنه. سازمان های استخبارات بعضی کشورهای غربی در این قسمت دخیل هستند و کشورهای عرب، بعضی کشورهای عربی که الان اگر عرب ها میان بعضی کارهای شده کنند، خود چرا با گونی گونی دلار میان در مساجد هایی که در هرات پول تنظیم میکنند؟ چرا برادر جون بین شیعه و سنی نفاق میاندازند؟ امینا خود این دنبه جعفری همین حادثه‌ای که بوده، شما این را فکر میکنید که در توافق با بعضی کشورهای عربی صورت گرفته است؟ من به این باور هستم که وهابی ها نقش عمده را در قسمت داره و مشخص است که وهابی ها را کی حمایت میکنه و بعضی کشورهای غربی هم. تشکر آقای جعفری. آقای سرتیب، دیدگاه شما در مورد عکس العمل رئیس جمهور یا واکنش رئیس جمهور کرزایی که گفته است در این مورد با پاکستان با جدیت صحبت خواهد کرد، به چی معنا است این حرف رئیس جمهور و این حرف رئیس جمهور کرزی چه بربره می تواند که دوا بکند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در درنو ملمنو استاس در تلویزیون بطول یدون که اردون که تخبر شهیل و سلامون رو رند کن دلتا پا سموش پا دقیق جو پولیتیک موقع چی پراتی و چو نو مشکلاتی چه اغنا دا غریس جمهور حالا ولیسی نیا دا غریس پاسید اداری حالا ولیسی لکه دا گوشی پر قدرت ناستی. اگر مشکل زموش پر هیواد کی دلوی قدرتو همیشه نی رخابت و چی دیر اوش در وقتی در برنی ولی دی پر زموش دا گاوندیانو هر حمایتی چی دی جن گروپو سی کهی چه اغا دا شا گاوندی توب اغا دا اسلامی پلسفی پا اساس نه، بلکی دا خپل شخصی استراتیجی دا مختبی ولد فاردی. مثال پا پاکستان کی همیشه جنی دلی دی ایران دا خواهی مایی که دی او پا ایران که جنی دلی دی پاکستان دا خواهی دی سنی تر نامه لاندی. موش پا دی سنی وقتی پا دا دو داسی زروی اصلاحو لرون که هوادو پا منز که را گیرو چیو غارد سنیان وقت امپراتوری جوری که بل غارد سنیان. آیا میدان رقابت های ایران و پاکستان افغانستان شد آقای سرتیب؟ دلیل در کجاست؟ چرا چونی شده؟ دوی والی چې په منطقه کې برلاسي د ځان ته پیدا کړي، خپل ستراتیژیک اهداف ولري، خپلې ستراتیژیکې ګټې وساتي. ولې د دغه ټولو تلاشونو په څنګ کې تاسو وګورئ په افغانستان کې په دا موجوده شرایطو کې د شپاړسمې پېړۍ هغه با تجربه استخبارات چې په جهان کې د اتلسمې پېړۍ د اولسمې پېړۍ د شپاړسمې پېړۍ هغه قوي ترین استخبارات ته کار کوي. اما بدبختانه موږ ورسره په څنګ کې داسې زموږ په د امنیتی ادارو کې چې هر څوک راځي هغه پخواني با تجربه کسان لیرې کوي، نوي کسان راولي. زموږ په ادارو کې تر کومه ځایه چې معلومېږي د دې حوادثو نو تاسو وګورئ پرون پورې د یو ډېرې موثقې منبع سره ما ته خبر دی چې د کرزي صاحب د قدرت ته د رسېدو سره تر نن پورې تر پرون ورځې پورې 2022 حادثې پېښ شوي دي چې اکثره یې خونبار اکثره یې په هند لرلي دي. په دې معنا دا ده
چیز مش در امنیتی داری یا په سر کې داسې کسان ناست دي چې هغه په خپله استخباراتي تجربه نه لري او یا داسې دي چې په دوی کې اختلافات کې د نوي اختلافات دي او یا په خپله ګاونډي هېوادونو او خارجي هېوادونو په دوی کې نفوذ کړی دي دغسې حوادث چې موږ ولیدل یعنې دا د بیخي د انسان هغه د ضمیر پز به پرې کېږي د دغسې بېګناه خلک ووژل د دغسې بېګناه خلک بیا یو ولسمشر په دې ټولو کې د دې پر ځای چې یو ولس را وغواړي د ولس سره مشوره وکړي د وړې خبرې لپاره په زرو خلک راغواړي باید د دغې حادثې په څنګ کې په پرون کې په نوم کې د افغانستان ډېر مهم خلک راغوښتي وي د افغانستان سیاسي خلک یې راغوښتي وي د افغانستان امنیتي به تجربه خلک یې راغوښتي وي مذهبي خلک یې راغوښتي وي او دغسې حوادثو ته یو شرعي فتوا صادره کړې وه او دغسې حوادثو ته باید یو ملي د خلاصون لاره پیدا کړې وه داسې حوادثو ته باید یو داسې طرحه وړاندې کړې وه چې هغه د جهان په سطحه ډېره وړه خبره نه وي اوس تر لسو پورې ځینې ادارو ونهسو کولی چې حتی خپل ملي حساب یوه حواله وایي چې د دوه سوه نفر زیات مړي یوه حواله وایي چې اته پنځوس نفر دي یوه حواله وایي یعنې دا زه خپله د دغې د دغه زه یوه بدبختي چې افغانستان په نصیب شوې ده هغه دا ده چې دغه مېړني ملت دغه پاک ملت د شو د صداقت او د ملانس همیشه ځینو قوینو او په خارجانو پورې تړلو کړي بد استفاده کړې ده بدبختانه وطن دغه په وینو لړل. اما چه فکر میکنید پس از این دولت افغانستان چه وظیفه دارد که با لشکر جنگلی پاکستان یا اداره نظامی آیسای پاکستان چه اعمال را انجام بتن و از دیدگاه شما پاسخ دولت افغانستان برای شما کنه چه ولس مصر ویل چیزه در پاکستان سه در دین موضوع تحقیقات خوارم پاکستان این پر جای سرحت الانو که چی دید مربانی که مشت دیستان بلندی تشکر دید در ازایی شما دولت افغانستان فاقد یک اسناد است و نمیتوانه که با جدیت به پاکستان صحبت بکنه. صورت نیست پیدا کنه. پدی خاطر نیست پیدا کنه. وقتی چه اگه به هر دست تنظیم کی ری ترازی عملیات کی دیگه میخواد گوزنی پدر سه ساس و روزی که پدر سه بربر کی رازی نمیزی از زای پر زای کیجی. نو ادی اسد تصب رو سه اسناد پیدا کی. دخو یه چه ولی چی میذاره پدر خسید. اما ادی سه دشوبت تصب رو. حالا اقل سرتیپ شما فکر میکنید که همین حرف را که رئیس جمهور گفتن که ما میخوایم با پاکستان با جدیت صحبت بکنیم مش به هوا زدن بش نخواهد بود. تاسید استاد ربانی به شهادت مسئله هم ویده پر مسئله کی مشر ول چیز به دا مسئله به جدی تعقیب او د جیر به بس خاص کی جوړی قاتلان به قانون موجود است. آیا افغانستان چرا هر بار که این مسئله را تحقیق بکنه یا جستجو بکنه آقای سرتیب؟ نه بل راهی که باید افغانستان این مسئله را پیگیری بکند به جز از راه دیپلماسی چه راه دیگری وجود دارد؟ دیپلماسی پسند کی د افغانستان په دارو کې تغییر پکار دی د دیپلماسی پسند کی د افغانستان د خلکو د او د دولت مابین چې په کومه فاصله یې ځات شوی دا یو ځمې علت د ستر تر خو هوا د پښو د دی چې ملت د دولت په بازار دی ملت د دولت سره همکار نه دی ملت پر دولت باور نه لري ملت پر هیڅ ارګان باندې دوی اکثریت اوس لوی پولیس عراق چې وګوره دوی ټوله ورځ په دې اخته دي چې چېرته کور رانیسي چېرې بنګله رانیسي څومره کوم ماډل موټر رانیسي په کوم هېواد کې ځان ته خپل نوي کورونه جوړ کړي یو د یوې هر ځای دا چې اوس ونه پسې ځمځکې پر مخ باندې تشکر سپاسګزاریم برمیګردیم آقای بیژن دیدګاه شما در این مورد چیست که دولت افغانستان چرا نمیخواهد که از طریق شورای امنیت و سازمان ملل متحد همین موضوعاتی که از طرف پاکستان سازماندهی می شود مانند شهادت استاد برهان الدین ربانی و حادثه روز سه‌شنبه از این طریق پیش برد با پاکستان که می خواهد مستقلانه پیش بره و کدام نتیجه هم نمیده ارقامی را که دوست ما گفتن یعنی پس از سقوط رژیم طالبان تا حالی که ما شما بس می کنیم صدها حادثه در افغانستان رخ داده و این حوادث بیشتر جنایات را در جغرافیای مردم ملکی ای سرزمین و بار آورده. ما قبلا خدمت شما عرض کردم که در طول این مدت دولت آقای کرزی شخص آقای کرزی من حیث نفر اول مملکت جرأت و شامت داشتن موضی را در برابر جنایات پاکستان و یا ایران و یا
هر کشور دیگه که صورت گرفته در بین مردم ملکی افغانستان نداشته، از خود متفاوت است. در دولت افغانستان که ها این جرأت موضع گیری را با کشور پاکستان دارن. خب مشکل ما امی است که ما تا هنوز دچار شک و تردید هستیم که آیا ما صاحب یک دولت واقعا مستقل، یک دولتی که در کتاب ها تعریف شده، ما صاحب امطور یک دولت هستیم یا نیستیم. خب روی امی دلائل است که هیچ وقت اتفاق پیش نیامده که این دولت کاری را برابر با تعهداتش، برابر با مکلفیت‌هایش، برابر با وجایب و مسئولیت‌هایش انجام داده باشه که ما من حیث شهروندهای این سرزمین حضور استقبال کرده باشیم و ستایش کرده باشیم. خب هر باری که ما مقابل شدیم، صرف نظر از اینکه ما اپوزیسیون بودیم و یا موقعیت دیگه را داشتیم، هر باری که ما با سردمداران نظام سیاسی افغانستان مقابل شدیم، ما کارهای ناشایسته را، یعنی کارهایی که بدور از تعهدات و مکلفیت ها و وجایب اینها بوده مواجه شدیم و هر بار اون را نقد کردیم با آرزوی ای که اینها برابر با نقد ما اصلاحات در خود بیارن و رای خود پیدا بکنن. اما دولت مردان افغانستان هقدر در جمع‌آوری پول و ثروت مصروف هستند که کوچکترین لحظه را اینا برای مکلفیت ها و وجایب ملی و وطنی و اسلامی خودشان از خود تبارز ندارد. تشکر آقای بیژن. بنده های گرامی، همین لحظه خبرهای ساعت 5:30 دقیقه آمده نشته است. پس از خبر باز هم با ما باشید. اخبار این ساعت صرف داریانا افغان هوایی شرکت به شما تقدیم می گردد. آریانا از شما و همیشه در خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. به فشرده خبرهای این ساعت از افغان نیوز خوش آمدید. پس از کشته و زخمی شدن بیش از 200 تن در حمله انتحاری روز عاشورا، رئیس جمهور کرزی پس از دیدار با زخمیان این رویداد در شفاخانه ایمرجنسی کابل، لشکر جنگوی پاکستان را به دست داشتن در این حمله خونبار متهم نموده، میگوید در این زمینه با دولت پاکستان به گونه جدی گفتگو میکند. لشکر جنگوی پاکستان گروهی است که با شبکه القاعده و سازمان استخباراتی پاکستان ارتباط نزدیک دارد، اما ارتش پاکستان این ادعاها را رد میکند. با این حال ایالات متحده آمریکا از پاکستان می‌خواهد تا علیه این گروه مسلح اقدامات جدی را روی دست گیرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است در این حادثه یک تبعه آمریکا نیز کشته شده است. با گفته وی گروه لشکر جنگوی در داخل پاکستان نیز علیه اقلیت‌های شیعه دست به انجام چنین حملات می‌زنند و این گروه به نفع هیچ کشوری نخواهد بود. از سوی دیگر پاکستان از دولت افغانستان می‌خواهد تا اسناد خود را که گویا لشکر جنگوی در این رویداد دست داشته با پاکستان شریک سازد. حملات دهم روز عاشورا کابل، قندهار و مزار شریف که در مجموع بیش از 200 تن کشته و زخمی شدند، با واکنش‌های جدی دولت افغانستان کشورهای جهانی روبرو شده است. آمریکا، ایران و سازمان ملل متحد همدردی خود را به مردم افغانستان اعلام نموده و این حملات را با شدیدترین لحن محکوم کردند. در همین حال شمار باشندگان کابل پاکستان را به دست داشتن در این حمله خونبار متهم نموده، خواهان محاکمه عاملان این رویداد هستند. اندرس فوکس راسموس، سفیر کل ناتو از پاکستان می‌خواهد تا در عملیات‌های نظامی با افغانستان همکاری کند. آقای راسموس روز گذشته در اجلاس وزرای خارجه پیمان نظامی اتلانتیک شمالی در بروکسل گفته است که یک چارچوب سیاسی برای همکاری با پاکستان را پیشنهاد خواهند کرد. وزرای خارجه ناتو قرار است در مورد کنفرانس بان دوم روی آینده افغانستان و شمول پیشرفت در روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی و نیروهای افغان نیز بحث و گفتگو کنند. قرار است دولت اسپانیا در ماه جنوری سال آینده میلادی روند خروج نیروهای خود را از افغانستان آغاز کند. وزیر دفاع این کشور گفته است تصمیم خروج نیروهای اسپانیایی بر اساس برنامه حکومت رئیس جمهور کرزی برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به ویژه در ولایت بادغیز اتخاذ شده است.
اتحادیه اروپا کمک های خود را با 19 کشور رو به توسعه جهان قطع می کند. اندرس پیبالکس، کمیشنر امور انکشافی اتحادیه اروپا گفته است این اتحادیه فیصله کرده که پس از سال 2014 میلادی کمک هایش را به 19 کشور رو به انکشاف جهان به ویژه چین، برازیل، هند، قزاقستان و ایران قطع کند. وی تاکید کرده که این تصمیم به هدف تغییر روابط با کشورهای رو به توسعه و تمرکز روی کمک ها با کشورهای فقیر جهان در میان سال های 2014 تا 2020 میلادی اتخاذ شده است. خبرها در همینجا با پایان رسید. جهان سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار. اخبارین ساعت صرف داریانا افغان هوایی شرکت برای شما تقدیم کردید. آریانا از شما و همیشه در خدمت شما. سلام مجدد. بیننده برنامه کاوش خبر داغ به شکل زنده از تلویزیون افغانیوس هستید. ادامه بدین آقای بشه. و موضوع دیگه ای که برای ما چیزی به عنوان لشکر جنگی معنا و مفهوم نداره، به این دلیل که امروز برای جهانیان اثبات شد این که شبکه استخبارات آیسای مادر همه گروه های تروریستی و تخریبکار در پاکستان و در منطقه بوده. پاکستان، دولت پاکستان که از سوی امی شبکه استخبارات رهبری میشه، هم در گذشته و در حال، اینا خبر مرگ خودش شنیدن، یعنی پاکستان تجزیه میشه. اینها فقط یک گزینه دارن، یک راه نجات دارن برای که پاکستان از جغرافیای جهان برداشته نشه. اویی که تشنج و بحران در منطقه مخصوصا در افغانستان که امکانات وافر در اختیار این شبکه هست ازدیاد بتن و تنها چیزی که ابقای پاکستان من حیث یک کشور میتونه ضمانت بکنه او ادامه جنایاتش است. پس دولت افغانستان از این فرصت و از این چانسی که همه جهانیان امروز به دیده شک و حتی به دیده نفرت به طرف دولت پاکستان و شبکه استخبارات آیسای نگاه میکنن، موضع خودشان شفاف و مردانه و شجاعانه معلوم بکنن و مسیر جامعه جهانی را که اونها از تروریسم و از دهشت افغانی و از گروه های تخریبکار نگران هستن امون طرف سوق بتن. متاسفانه اینا نمیکنن. شما این تو فکر نکنون رئیس جمهور افغانستان همیشه در قبال حوادث برای یک لحظه مثل آتش احساساتی شده و چیزهایی را گفته و یک ساعت بعدش دیگه اصلا چیزی وجود نداشت. تشکر. سپاسگزاریم. آقای جعفری، ایالات متحده امریکا از پاکستان خواست تا علیه لشکر جنگوی عملیات را انجام دهد و همچنان سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز پذیرفته است که یک تبعه کشورش در این حادثه کشته شده است. چی فکر میکنید؟ این تقاضای ایالات متحده امریکا از پاکستان فکر میکنید که انجام شود و پاکستان علیه لشکر جنگوی اقدام بکند یا نه؟ بازم تشکر شما. خدمت شما عرض بکنم که من فکر کنم بعید میدونم که پاکستانی ها تن به این بیته. خب شما در جریان هستین، پاکستانی ها از امریکایی ها در واقع باج میگرفت تا حالا یک مقدار امکاناتی که در اختیارش میمان به او خاطر اجازه میداد که نیروهای امریکایی در اونجا عملیات بکنن و ببینن و پاکستانی ها دیگه من فکر کنم خینه پاکستانی ها یا حنای پاکستانی ها برای امریکا هم دیگه رنگ باخته، برای دنیا هم رنگ باخته. حال وظیفه ایالات متحده امریکا چیز در چنین حالت آقای جعفری؟ امریکایی ها اگر واقعا صادقانه بخواین که نه تنها آقای جعفری ایالات متحده امریکا بلکه کشورهایی که بر ضد تروریسم عمل میکنن در منطقه و جهان چیست وظیفه شان؟
پیشتر اشاره شد، دوست منم اشاره کرد، ولی من با تایید صحبتشون این را عرض بکنم که اگر پاکستان نه تنها یک منافع افغانستان را به خطر میندازد، منافع منطقه را به خطر میندازد. شما دیدین که در هندوستان سپاس، اما میخوام بپرسم که وظیفه جهان چیز در مقابل همین عمل پاکستان؟ من اجازه بدم صحبت خودت کنم. در هند، در کشورهای آسیای میانه، در ایران حتی چنین اقدامات انجام داد، در افغانستان هم انجام داد. باید مجامع جهانی بیاین با واقعیت ها پیش برن، بیاین حقایق واقعیت ها را درک بکنن. پاکستانی که امروز باید به جایی که بیاین بعضی کشورهای اسلامی را مثلا امریکایی ها میخواهد که مثلا تحریم میکنه، بیاین پاکستان را تحریم بکنه. پاکستان الان با او در جنگ است، اعلان جنگ کرده برایش، و این باید متوجه باشه امریکایی ها. امریکایی ها بیان پاکستان واقعا کمک نکنه برایش، پول نده، امکانات برایش نده، نه تنها امکانات نده، باید تحریمش بکنه. پاکستان با دولت افغانستان اگه میخواهی مساعی بکنه این کار باید بکنه. و ضمن از او من اینجا جا داره که آقای جعفری میخواهیم بپرسم که وظیفه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد همچون کشورهای چی میباشه از دیدگاه شما؟ باید شورای امنیت ملل متحد به جایی که مثلا روی ایران تحریم میکنه، بیا پاکستان رو تحریم بکنه که به هزاران تا جنایت انجام داده، ولی دولت ما متاسفانه ضعیف در قسمت این. شما خواستار تحریم های جهانی علیه پاکستان هستید؟ بله، علیه پاکستان. پاکستان باید جلویش رو بگیره. در غیر از این صورت پاکستان خطری بسیار کلانی برای نه تنها برای افغانستان، نه تنها برای هند، نه تنها برای کشور آسیای میانه، برای همه دنیا خواهد بود. ما امیدوارم دولت ما یک سندی داره، همین سندی که شهادت استاد ربانی مثلا، سند جنایتی که پاکستانیا خودشان با خود گرفتن، سند روز عاشورای حسینی را که به صدها تن از جوانان، پیر، زن، کودک، اطفال کشته شد، این را باید سند درست بکنه، به سازمان ملل متحد به عنوان یک سند ارائه بکنه. این توانایی در وجود دولت افغانستان وجود داره؟ باید این کار شود. دولت اگر نشود چی خواهد شد؟ اگر نشود مردم امیدشان از این دولت قطع است. سپس اما آقای جعفری در مورد شهادت استاد برهان الدین ربانی چرا چنین کاری را دولت افغانستان نکرد؟ باید این کار شود. من نظر من است که چرا تا به حال نکرد؟ یک روز دیدیم که به ده ها تن، به صد ها تن مردم ما، به هزاران تن کشته شد و به انواع و اقسام کشته شد. یک روز طالبان به گردن میگیره، یک روز جنگی، یک روز نمیدونم چی، یک روز چی، یک روز بمباران، یک روز توپ میزنن. اینا همه پاکستانی جنایت ها انجام میده. بالاخره دو روی یک سیکه هسته، طالب ها، القاعده، نمیدونم لشکر جنگی، اینا کاری آیس آی پاکستان هسته. پس دولت ما باید اقدامی بکنه که یک سند حداقل به سازمان ملل، به شورای امنیت ارائه بده. به سازمان ملل حالا چرا همین کارا نکردن؟ این کار اگر نشده جلوی ضرر زیان از هر جایی که بگم نفوذ پاکستان آیا در داخل دولت افغانستان مانی همین کار دولت افغانستان نشده است؟ قطعا همین رقم است. باید دولت ما خدا دولت افغانستان وظیفیش چیست در اینجا؟ اولین اقدامش است به خاطری که اگر اونهایی که حامی پاکستان هستن هم شناخته میشه، برای مردم افغانستان شناخته میشه. سپس برای مردم افغانستان که قابل شناخت است، چرا برای دولت افغانستان قابل شناخت نیست که اونها را دور بکند از نظام؟ دولت باید مصلحت اندیشه ها را کنار بگذارد. دولت باید انیقانه به مردم افغانستان بیندیشه، به این آب و خاک بیندیشه. رئیس جمهور ما پاسدار حافظ منافع کشور ماست، پاسدار قانون اساسی است، باید این کار را بکنه. اگر نکنه ما اینجا برای دولت این تذکر را میتیم که مردم سلب اعتماد میکنه. سپس در این مدت 10 سال که چنین نشد، حالا چگونه میشه؟ حداقل برای که دولت مردان فعلی ما را تاریخ ملامت نکنه، حداقل لنگ برای که میکنید که دولت مردان ما به فکر این باشد که آنها را تاریخ ملامت نکنند؟ قطعاً تاریخ ملامت خواهد کرد. و اما در فکر همین حرف هستن؟ باید باشن. تا حالا اگر نبودن، یک روز برای منافع مردمشان بیندیشن، یک روز برای یک ساعت. اینهایی که در کرسی های دولت نشسته هستن، آیا شما میبینید ایران میکنم که مثلا گاز اینقدر قیمتش است؟ تشکر، برمیگردیم در این موضوع. سپاس گذارم. به هر صورت امیدوار هستیم که دولت ما یک توجه علیه بکنه، و من مصر هستم که سپاس برمیگردیم آقای جعفری، حتما داده شده به سازمان ملل. تشکر. آقای سرتیپ چی فکر میکنید؟ چرا واکنش طالبان نسبت به همین حادثه و نسبت به واکنش رئیس جمهور کرزی شدیدتر بود؟ طالبان په دې خاطر چې دا مسئولیت ځان غواړي
او دا غټه بدنامي ده او د پی اسلامي مراسمو کې داسې واجز پېښېدل دا د دې لپاره ډېر د ارضي رولو پر د دې پر حیثیت باندې تاثیر کوي. دا په دې خاطر سیاسي او خبره داده چې کېدلی شي دا طالبان وي که یوازې په پاکستان کې طالبان نه دي. سوال داده چې هلته په لسګونو ګروپونه نور در خیږي. تشکر آقای سرتیب. همواره هر حمله خونین و وحشتناک که چی در کابل و چی در ولایات دیگر کشور ما رخ میده همواره از سوی پاکستان طراحی میشه. بعدش هم استخبارات افغانستان میگه که لشکر طیبه و مچم لشکر کویته و بنام های گوناگون اینها را معرفی میکنند، اما هیچ اقدام در مقابل از اینها صورت نمیگیرد. دلیلش در چیست؟ زموش لوی چارواکی اکثریت گاوندی هوادو مسموم کردی پا مختلف شکلی مسموم کردی یا دخبر نپستر تاثیر لندی را وستیدی یکی از اشکال مسموم کردن دولت افغانستان از دولت افغانستان چی در ایران چی پیسی را وید چی در پار آوری دخبر پا شخصی دول پیسی را وید چارواکی در پار دخبر مسموم کردی. حالا از دیدگاه شما برخ کسان هم هستن در دولت افغانستان که از پاکستان پول میگرند و بنامه خود را دوستان در مقابل پاکستان چیز دیده خواست خواست مصمم سیوی نیی درسی ترخواه و عجیس ایچ وقت نیست پیش آوله در پخپل پا درمان دولت که دیری کردی چی در غیصر علی که داری زیر طویم در پا در لس کالی که چی در افغانستان کم پرسیتونه او کم شو وختونه د لاسه ورکړه چې باید د خپل ملک لپاره کار کړی وی ملي بنیادي کارونه یې کړي وی. در صورت که یک فرد عادی افغانستان میداند که در نظام افغانستان برخ جواسیس کشورهای ایران و پاکستان وجود دارد، رئیس جمهور کرزی از دیدگاه شما این حرف را نمیداند و یا اگر میداند هم به اصطلاح عوام خط خود را میگیرد؟ اما دی به دقیقه به تاثیر ندی لطف تاثیر که ها؟ در دقیقه منطقی به هوادون به اصبارت تاثیر بلندی رئیس جمهور یک کشور مستقل چگونه تحت تاثیر بوده میتونه؟ که چیر دو مستقل وی دوی میاش چیزمون پسر هدات بندی رکشون را ورده ده حتی ده جرات ونس کولیس ملیمتی تا ده خبر بلند کی استاد ربانی و بسول ده ریس پر دول تاکلی و اغای شید که ده ده جرات ونس کولیس ده موضوع ملیمتی تا راجی کی نیم پدس دلیلش چیست که نمیتونن همین اصلا سازمان ملا رو بزن ده زموش ده گاوندی هوادون پر ده اداره که دوم را مپوس کردی چه نه داریسی جمهوری و خواهد تلایسی نیم نیم چا کولیسی او نیم بلچو کولی ترچو پوری ترچو چه ده اداره ترچو چه یو قوی مدیریت ترڅو چې قوي زعامت او مشرتوب منځته رانیسي په دغسې ادارو باندې په دغسې بزدلو خلکو باندې دغسې قهرمان وطن او دغسې مېرمن ولس نه ساتل کېږي لکه دا اوس چې زموږ مشکل په دې کې دی چې ولس مو صادق مسلمان په واقعي پر وطن مین دي او رهبران همیشه د څو غلو او د څو جاسانو سپس اما وظیفه مردم در این صورت چیست؟ مردم 15 کال خلکو په جنګ کې تېر کړي دي خلک زر واره خرڅي ورنیول سوي دي هم دغسې دغه رقم مشرانو خرڅ کړي ورنیولي دي په زر مشکلاتو اخته دي. د یو خاصه د خارجي قواو تر بمبار لاندې دي، د بلې خاصه د انتحاري حملو تر قوو د بمبشار لاندې دي، بلې خاصه د بېکاري څه ټول ځوان نسل تښتي. در صورت که چهل کشور جهان در افغانستان آمدن بر ضد فساد و بر ضد تروریسم جنگ میکنن، ابتدا چرا همین افراد جواسیس و دهان دوخته که در دولت وجود دارد اینها را سرنگون نمیکنند و هم از دولت بدور نمیسازند؟ زست تاسو پوښتنه کوم، کله چې په ارکی دمونه په وزارتخانو کې په پارلمان کې دومره فساد وي چې اسمان ته ختل دي جهان هم ناري په خپل ولسمشر هم ناري وي چې دا نشي اصلاح کولی، ایا دوی څنګه کولی شي دا نشي کنټرولولی و دې ته بمکه نشي ویلی دوی څنګه کولی شي پاکستان ته وچې دا مه کوه دې څنګه نمیتونن آقای سرتیب؟ خله مشرتوب دغه اوسه نه مشرتوب یاد راهی وجود داره استعفا چرا استعفا نمیکنن؟ دا خو یه غټه نزبانی یعنی که زه وزیر داخله یا وزیر دفاع یا رئیس جمهور یا معاون اول دوم ما په دانش په استعفا ورکړی چې زما د دغه ولس وژل که زما هم سلا زه نور افسر نه لرم چې کار نه سم کولای، باید کور چلم، باید ولاړ سم خپل کلي ته. تشکر آقای سرتیب. بخښنه وایم، زه په ډېر صراحت درته وایم چې د دغې ادارې په وجود کې په خدای قسم که یا فساد ورک سي، په خدای قسم که یا امن راسي او یا عدالت تامین سي او یا جنګ مخته لاړ سي، اصول دا په یاد لري، دا بیا په وار وایم د صدر ټلویزیون سره، بیا هم درته وایم تر څو چې په دغه فاسد مشر دغه فاسده اداره پر دغه مملکت مسلط وي همدغسې به مري لکه پسونه، همدغسې به خرڅېږي، همدغسې به بختي وي، همدغسې ژوند وي لکه دا اوس چې ګورم. تشکر آقای بیژن. در صورتی که کسانی که در رأس
وزارتخانه ها یا ریاست های امنیتی وجود دارن نمیتونن که در روز مذهبی، در روز عید، در رمضان، بالاخره در هر روزی که مردم میخواین که یا مراسم مذهبی را برگزار بکنن یا مراسم عید و یا هم ماه رمضان میباشه، هیچ گاهی نشده که امنیت مردم درست تأمین شود. در این صورت چاره چیست؟ وظیفه دولت افغانستان چیست؟ وظیفه پارلمان افغانستان چیست؟ و بالاخره وظیفه مردم افغانستان چیست؟ قضایای بسیار مهم بسیار توجه پیدا نمیکنه که ما برای یک سکتور او را مختص بسازیم. بحث ما در طول این مدت زمان من حیث کسی که همیشه خطاها، نواقص و حتی بعضن اشتباهات و جنایات دولت مردم افغانستان افشا کردیم، نقد کردیم، بحث ما بر سر سیستم است. متاسفانه سیستم افغانستان اما سوال پیدا میشه بجن که همین سیستم را کیها ساختن؟ در سیستم ناروا هیچ آدرسی را شما پیدا نمی کنید. آقای بجن من نفهمیدم سیستم ناروا یعنی چی؟ یعنی مجموعاً مشکل ما با خود نظام سیاسی مسلط افغانستان است، یعنی با همین سیستم مسلط است که ما او را دولت می نامیم. شما به هر زل ازی وقتی نگاه بکنین درد است، تأسف است، درد است، رنج است، یأس است و ناامیدی است. قبل از ادامه به پرسش سوال شما یک مژده داشتم، فراموشم شد، برای دوست ما که دیگه پاکستان نیاز به تحریم نیست. این را برایش بسیار زیاد تاکید نکنین. پاکستان آخرین نفسهایش را میکشن. امریکا من حیث پدر پاکستان این را دیگه به تاریخ، این فرزند ناخلفش را دیگه به تاریخ سپرده. دیگه چیزی دیگه وجود نخواهد داشت به نام پاکستان. همه جنایات که پاکستان انجام میده فقط و فقط به خاطر بقای خودش است که انشالله این هم جایی را نخواهد گرفت. ببینیم رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور منتخب افغانستان است که یک آدم آمده با ده ها امید و آرزو کارتش خود را به صندوقش انداخته. این برای این ننداخته که شما وزیر دفاع یا وزیر داخله یا وزیر امنیت یا وزیر معدن به اساس معاملات نامعقول، به اساس سازش های توجیه ناپذیر شما 24 وزیر یا 25 وزیر داریم. تشکر آقای بیژن. سوالی که ممکن در ذهن بسیاری از بیننده های ما همین لحظه بگرده اوی است که زمانی که یک شخص میره رای میده و رئیس جمهور خود را تعیین میکنن، بعد رئیس جمهور چه نیاز به مصلحت ها داره در صورتی که تمام قدرت در دستش است؟ متاسفانه که رئیس جمهور ما تا حال امی رقم، این نکته را که شما برایش اشاره میکنین، این پرسشی است که ما هم سوال جواب وزیر تا حال نیافتیم که به چی دلیل. اگر این واقعا فکر میکنه که رئیس جمهور منتخب مردم است و به اساس رأی مردم، نه به اساس جعل و تقلب و معاملگری ها و اینها پول و پیسه آمده، خب پس بیش آمدی برای چی؟ تو 20 نفر وزیر پشتون مقرر بکن ولی شایسته را مقرر بکن. تو 20 نفر وزیر هزاره مقرر بکن ولی شایسته را مقرر بکن. همه این کابینت از یک ولایت از نورستان بر مقرر بکن ولی شایسته ها را مقرر بکن. و چی دلیل اینقدر برخورد ظالمانه و پر از جفا با سرنوشت مردم؟ به چی دلیل شما کدام فرمانی که وزیر ساخته، والی ساخته، ولسوال ساخته از دفتر رئیس جمهور، ما از کدامش خیر دیدیم؟ سپس یعنی از دیدگاه شما قدرتمندان، قدرتی که در دست دارن یا وزارتی که در دست دارن، نه به حساب خدمتگار مردم بلکه برای خود یک امتیاز میدارن؟ آقای کرزای مثل که میراث برایش بوده به شاخی باد کرده. تو فلان تنظیم اینه قدر بگی، تو فلان تنظیم اینه قدر بگی، تو فلان آدم اینه قدر بگی. ای به این شکل استک ما روزگار ما که تیره شده میره. ما با آقای کرزای دشمن نیستم، هیچ وقت ادای دشمنی نکردیم. رنجی که من میبرم برای امی بیکفایتی ها است و نادیده گرفتن مسئولیت ها و وجایب است. ما همیشه برایش راه نشان دادیم
اگر او به لهجه اعتراض بوده، انتقاد بوده، پیشنهاد بوده، یا به خنده بوده یا به پیشانی ترش بوده، ما برایش گفتیم. اما یک روز برای ما نگفته که تو دروغ میگی یا حرف تو غلط است یا حرف تو صحیح است، اینه ما عملی میکنیم. هیچ کدامش. سپاس. اما همواره از سوی مردم چی غذره میشه که در دولت افغانستان کار به اهل کار سپرده نشده است؟ در 10 سال اخیر زمانی که مردم چیغ میزنند، آیا رئیس جمهور کرزی میشنود یا نه؟ ما امیدوار هستم که اگر میشنوند چرا عمل نمیکنند؟ چیزی که من میگم، هموطنانم از ما آزرده نشند، ولی ما در برابر خدا و مردم خود مکلفیت و وجیبه داریم برای حقیقت گفتن. ما تعهد کردیم در این وطن. امروز دیگر روزی رسیده که ما بگوییم مردم افغانستانم، مردم افغانستانم در برابر خدا و نسل بعدی که ما پاسخگو خواهند بود. چرا مردم ما متاسفانه و متاسفانه به هر دلیلی که بود مسئولیت ها و مکلفیت هایشانه به صورت که واجب بود، به صورتی که باید انجام میدادن، با تاسف انجام ندادن. سپاسگزارم آقای امی. حلقه ای که فساد و بیکفایتی و بیتوجهی و اینها مربوطش است، با توسط این مردم حمایت شده و مجدداً باز به سرنوشت ما مسئلات شده. آقای سرتیب، دیدگاه شما در این مورد چیست که پاکستان روی کدام اهداف سیاسی میخواهد که این چنین اعمال را در افغانستان انجام بدهد؟ گاه به نام لشکر طیبه، گاه به نام شورای کویته، گاه به نام لشکر جنگلی، به نام های گوناگون مردم را کشتار میکنند و به نحو از آنها میخواهند مردم افغانستان را قتل عام بکنند. دا خود پاکستان د خپل پالیسی او د خپل استراتیجی او جز دی دوی باید په سیمه کې د خپل نفوذ زیاتولو لپاره دوی باید په منطقه کې د خپل د عمل تروریستي نفوذ خود را افزایش ورکړي. د استخباراتي کړي همیشه داسې نه دي چې هغه د حق او عدالت او د بشر دوستۍ لپاره کار کوي. استخبارات کې هر طایفه خلق سره او هر قسم یعنې شما په دې مورد است که رفتار و دیدارها و یا هم کردار استخبارات باید همواره با گروه های بد و یا هم بد رفتار باشد؟ اقلی در خپول گوش دفعه هر سا باید استعمال که خبر خدا دید چی دازموش اداره، دازموش دولت دولانی دیوی در که در پر دیوی، دیوی ورز در پر دیوی، هفته در پر در خپول ملی مسئله پکر نکی ولی در خپول امنیت نمتوجه کیجی، در بندی چی ویجی تا خدا تاس مگری چو یار قسم کرد که دا ولسمشر چې زه به په افغانستان کې فساد ورکوم، څو یاره یې تعهد کړ چې زه به فساد ورکوم. کله چې زما د خپل ولسمشر په دې خپل ملت زړه نسوځي، کله چې زما د وزیرانو زړه پسوځي، کله چې زما د ادارې زړه پسوځي، زه د پاکستانه څه د ایرانه څه د روسه د چینه څه سپاس گزاریم. تشکر. آقای جعفری، دیدگاه شما در این مورد چیست که مردم افغانستان، دولت افغانستان و همچنین جامعه جهانی چه تدابیر را روی دست میگیرند تا اینکه پاکستان بار دیگر نتاند که این چنین اهداف خود را چی در منطقه و چی هم در افغانستان یا دیگر کشورهای جهان انجام بدهند؟ اگر کوتاه بگوین وقت خبر است. البته من به جواب دوست خود عرض بکنم که از این نظرات تئوری ها زیاد بوده که پاکستان این دفعه آمریکا تحریمش میکنه، این دفعه قضایا رو جلوش میگیره. چنین قضایی اتفاق نخواهد افتاد و پاکستانی ها سلاح هسته‌ای داره، پاکستانی ها نصفشون مسلح هستن، اردو دارن، تشکیلات دارن. فراموش نکنین آقای جعفری که زمان کشور عراق صدام حسین هم چنین حرف های رمی گفتن، اما زمانی که حمله شد رویش هیچ چیز نداشتن. بله، البته نه، پاکستان که مشخص است داره دیگه. سپاس. اما حالا وظیفه جامعه جهانی، دولت افغانستان و مردم افغانستان چیست؟ دولت افغانستان، من بازم مصر رسم اما حرفی گذشته خود تکرار میکنم که باید یک سندی را تنظیم بکنه با توجه به اینکه برادر رئیس جمهور کشته شده، با توجه به اینکه استاد ربانی کشته شد و امروز میبینید در عاشورای حسینی چه تعداد از مردم این ملک کشته میشه که اصلا سابقه نداره، در تاریخ افغانستان سابقه نداره و این قضیه اتفاق میفته. امیدوار هستم که دولت در این قسمت تدابیری درست را اتخاذ بکنه، دنبال منافع ملی باشد، دنبال حاکمیت ملی باشه و به مردم خود توجه بکنه، بیش از این که دنبال سفرهای رئیس جمهور خیلی کارهای سیاسی میکنه، ولی باید توجهی به مردم خودم داشته باشه. تشکر آقای سرتیب، تشکر آقای جعفری و آقای بیژن از حضورتان در برنامه امشام کاوش خبر داغ. سپاس گذاریم. بیننده های گرامی، از شما همچنان تشکر که تا این دم بیننده برنامه کاوش خبر داغ بودید. فراموش نکنید نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را به ایمیل آدرس politics@afghannews.tv برای ما بفرستید.
تلی داره بد خدا نگهدار. تشکر.